در واشنگتن مذاکره کنندگان کنگره روز چهارشنبه مذاکره بر سر یافتن راه‌های مصالحه برای دیوار مرزی را آغاز کردند. موضوعی که کمی پیشتر موجب تعطیلی 35 روزه دولت فدرال شده بود. مذاکره کنندگان برای دستیابی به نتیجه تنها تا 15 فوریه فرصت دارند و در غیر این صورت ممکن است دولت فدرال بار دیگر تعطیل شود. گزارش جیم مالون از صدای آمریکا و جزئیات بیشتری است. تعطیلی دولت فدرال پس از آن که پرزیدنت ترامپ و دموکرات‌های کنگره توافق کردند بر سر امنیت مرزی مصالحه کنند پایان یافت. پرزیدنت ترامپ برخواستش برای تأمین بودجه برای ساخت دیوار مرزی با مکزیک که در کانون اختلاف با دموکرات‌ها قرار دارد، پافشاری کرده است و در توییتی هشدار داد هر توافقی باید شامل دیوار مرزی باشد. دولت یا روز 15 فوریه بار دیگر تعطیل می شود یا من از اختیاراتی که قانون و قانون اساسی ایالات متحده به من تفویض کرده است برای پرداختن به این موضوع اضطراری استفاده خواهم کرد. نظرسنجی ها نشان می دهد عموم مردم در سطح وسیعی پرزیدنت ترامپ و جمهوری خواهان را برای تعطیلی دولت سرزنش می کنند که چاک شومر سناتور دموکرات هم به آن اشاره کرده است. به نظر می رسد به مرحله تعیین کننده ای رسیده ایم. پرزیدنت ترامپ شدیداً تأثیر تعطیلی دولت بر مردم عادی را دست کم گرفت. هیچ کس در کاخ سفید واقعاً و حقیقتاً اهمیت عملکرد دولت فدرال در اقتصاد آمریکا را درک نمی کرد. با در نظر گرفتن ناخوشایند بودن تعطیلی دولت، بسیاری از هواداران پرزیدنت ترامپ انتظار دارند در صورتی که کنگره نتواند برای بودجه دیوار مرزی مصالحه کند، با اعلام وضعیت اضطراری اقدام به ساخت دیوار کند. جان فورتر، تحلیلگر سیاسی میگوید قول برای دیوار در مبارزات انتخاباتی بسیار اهمیت داشت. شعار او در فعالیت‌های انتخاباتی بود. موضوعی است که پرزیدنت ترامپ نمی‌خواهد در مقابلش تسلیم شود و هر گونه مصالحه‌ای بر سر آن بسیار دشوار است. اما به گفته الینکا مارک، از طرف دیگر پرزیدنت ترامپ ممکن است با تلاش برای صرفاً راضی نگه داشتن حامیانش موقعیت خودش را در انتخابات ریاست جمهوری بعدی تضعیف کند. او در 2 اول برای گسترش طیف حامیانش تلاش نکرد که این می‌تواند نتایج بدی به همراه داشته باشد، زیرا از دست دادن شماری از هواداران سابق اجتناب ناپذیر است. فرصت بعدی مناسب برای پرزیدنت ترامپ که بر اهمیت دیوار مرزی تأکید کند، در سخنرانی او درباره وضعیت کشور در روز سه‌شنبه آینده در جلسه مشترک کنگره خواهد بود.